بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستیم. برنامه رو در رو هست و حتما دیگه آشنا هستید با این برنامه و فرمتش و اینکه اصلا این برنامه در مورد مسائل حقوقی و اجتماعی جامعه اهل سنت صحبت میکنه و در مواردی که مرتبط هست به این اقلیت اهل سنت و جامعه بزرگ اهل سنت که ظلم ها برش روا داشته میشه و متاسفانه جایگاهی که فشاری که بر جامعه اهل سنت ایجاد شده جایی اعتراض رو هم بستند از همه گروه هایی که در ایران فعالیت دارند. اهل سنت مظلوم تر هست با توجه به اینکه دو عنصر مذهب و قومیت رو در واقع دستمایه قرار داده جمهوری اسلامی برای فشار آوردن بر مناطق اهل سنت و شهروندان اهل سنت. اتفاقهای خاص این هفته افتاد که حالا ما موضوع حتما با خبر شدید که مولوی فضل الرحمن کویی بعد از نزدیک یک سال بازداشت بدون دلیل در مشهد حکم ظالمانه ای صادر شد، مثل همه احکامی که متاسفانه بر علیه فعالین اهل سنت و باورمندان اهل سنت صادر شده در این چند مدت و این 40 سالی که ما درگیر این نظام هستیم. 40 اندی سال، 6 سال و 4 ماه حکم بریدن، برای زندان بریدن برای مولوی فضل الرحمن کویی و بسیار ناعادلانه این اتفاق افتاد، به دلیل اینکه تنها جرم مولوی فضل الرحمن کویی انتقاد بود و در هیچ جای دنیا در هیچ قانونی، حتی در قانون ایران، در قانون جزای ایران، انتقاد کردن اونم به شکل مسالمت‌آمیز جرم محسوب نمیشه که برای 6 سال زندان ببرن. اما متاسفانه این اتفاق افتاد و خوشبختانه از ابتدایی که این حکم صادر شد به کرات همه بزرگان و علمای اهل سنت در منطقه بلوچستان و مناطق مختلف اعتراض کردن نسبت به این قضیه. افراد زیادی در واقع این اعتراض گسترده شده، مردم، شهروندان بلوچستان، و به همین خاطر هم ما برنامه امشب رو اختصاص دادیم به این موضوع و اینکه کمی در مورد مولوی فضل الرحمن کویی و این ظلم هایی که بر جامعه اهل سنت و بر باورمندان اهل سنت که حالا سمبولش در حال حاضر مولوی فضل الرحمن کویی هستند، اجحافاتی که بر باورمندان اهل سنت میشه و این ظلم هایی که روا داشته میشه بر اهل سنت رو امشب میخوایم مفصل در موردش صحبت بکنیم. اگر تمایل داشتید که با ما همراه باشید، نظرتون رو بفرمایید، شماره تلفن زیرنویس میشه و میتونید از اون طریق از طریق این شماره تلفن با ما تماس بگیرید و پیامتون رو بفرمایید. یک اتفاق دیگه‌ای که در همین هفته افتاد توهین صریح بود که در کردستان تلویزیون استانی مرکز سنندج توهین صریح به زبان فارسی به مقدسات اهل سنت، به خلفای راشدین، به این صراحت در استانی که 99%، شاید 100%، ما میگیم 99%، برای اینکه احترامی باشه برای اون اقلیتی که اقلیت عزیزان التشیعی که مهاجر هستن و آمدن در کردستان، وگرنه کل کردستان و کل سنندج 100% اهل سنت هستن. به هر حال تو این جمعیت حد اکثری توهین به این صراحت و به این فرم دیگه نوبرشه، یعنی اینا عملا میخوان بگن هیچ اهل سنت عددی نیست در کردستان. و این هم از موضوعاتی است که سعی میکنیم امشب کمی در موردش صحبت بکنیم، ولی مفصلا هفته آینده صحبت خواهیم کرد. اعتراض ها بسیار زیاد شده به این توهینایی که صورت گرفته و این اجحافی که در حد در حق اهل سنت در صدا و سیمایی که باید به دفاع از اهل سنت صحبت بکنه، در صدا و سیمایی که متعلق به کردستان و کردها هست، در سنندج
توهین صریح این گونه یعنی دهنکجی به تمام آنچه که هست، به قوانین حقوق بشری، به همه آن باورهایی که باورهای انسانی که وجود داره، و این توهین حتما پیگیرش خواهیم بود و مفصل صحبت خواهیم کرد در موردش. امشب دوست عزیزم آقای حسین پناهی با ما هستند که قبول زحمت کردند امشب رو با ما باشند، و خیلی خیلی متشکرم ازشون. عرض سلام دارم خدمتتون آقای حسین پناهی، خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون. منم درود دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون، خوشحالم که در این برنامه مجددا شرکت دارم، و همونطور که گفتید به هر حال وقت رو میذاریم واسه سوالات، ولی واقعا اهل سنت یکی از طیفای اقلیت هستن در ایران، متاسفانه در این 41 سال مورد ظلم مضاعف واقعا قرار گرفتن، هم از طرف نظام و هم از طرف خوب گاهنم نهادهای خوب بشری مورد فراموشی به فراموشی سپرده شدن در مورد اخبارشون، گزارشاتشون. و خودتون میدونید به هر حال در ایران تنوعات مذهبی زیاد وجود داره، ولی خب یکی از اونایی که واقعا از هر طرف یعنی مورد ظلم قرار گرفته فکر کنم اهل سنت، یعنی بیشترین آمار رو به خودش اختصاص داده متاسفانه. بله، و تو این وضعیت هم حالا یک تریبون بالاخره اینا انتخاب شدن، یه تعدادی ائمه جمعه توی باور کنید اگر که جمهوری اسلامی میتونست حتی همین ائمه جمعه هم جمع میکرد، اجازه نماز جمعه هم نمیداد به اهل سنت، ولی تو این وضعیت یک تریبون رسمی در مورد در اختیار نماز جمعه قرار داده شده، در مورد در اختیار ائمه جمعه اهل سنت قرار داده شده، و ساختار نماز جمعه از زمانی که بوده، از ابتدایی که چیز شده، همین گفتگو در مورد مشکلات و مباحث مرتبط به جامعه اون شهر و اون منطقه است که نماز جمعه درش خونده میشه، و امام جمعه وظیفش این هست که از آن مشکلات و موضوعات مرتبط به جامعه حرف بزنه. مولوی کوهی هم همین کارو کرده، در روستایی به اسم پشامنگ در منطقه سرباز، در شهرستان سرباز، ایشون یک تریبون رسمی در اختیارش بوده، و از این تریبون رسمی صراحتی که داشته اینه که هر چی میدیده انتقاد میکرده وقتی قابل انتقاد باشه. اصولا و الان بر اساس همون انتقادهایی که کردن ایشون رو بازداشت کردن، و بعدش هم چیز شد، بعدش هم الان 6 سال و 4 ماه زندانی بریدن براشون. موضوع این است که آقای امجد حسین پناهی، دوست عزیزم، این انتقاد کردن، خود صرف انتقاد کردن در یک جامعه دموکراسی و آنچه که اسمشو الان گذاشتن جمهوری دیگه، جمهوری اسلامی، در جامعه‌ای که جمهوریت داره یدک میکشه با خودش، انتقاد کردن اصل رشد، یا انتقاد کردن در واقع کوبوندن و نمیدونم حمله کردن و یک حرکت مسلحانه محسوب میشه علیه رژیم؟ نمیدونم خود انتقاد کردن در جوامع دموکراسی چگونه بهش نگاه میکنن، ابزار این چی که ما میبینیم که به عنوان یک ابزار پیشرفته دموکراسی ازش صحبت میشه، اگر روی این مسئله بفرمایید که اصل انتقاد کردن تا چه اندازه قابل قبول هست برای یک جامعه جمهوری و دموکراسی که این اجازه رو بدن به افراد مختلف که نقد بکنند مشکلات رو برای بهبود وضعیت. بله، همونطور که گفتید در اصل انتقاد یک اسلحه سازنده است، یعنی اسلحه به معنای یک در تعریف واقعی خودش، در یعنی در کشورهای دموکراتیک، در کشورهایی که واقعا باورمندن به حقوق شهروندیشون، انتقاد یک اسلحه سازنده است و میتونه در پیشبرد اون کشور، اون جامعه، اون گروه یا اون منطقه به کار گرفته شه. و اگرم بخوایم در مورد ایران به هر حال حرف بزنیم، متاسفانه ایران یکی از کشورهایی که واقعا یعنی ادعاشو در میاره نه اسلامی هستش، نه دموکراتیک هستش، و نه کشوری که به حقوق شهروندی مردم خودش احترام میذاره. و بخصوص بعد از سرکار آمدن این نظام دیدیم و میبینیم
خب در مناطق بیشتر، یعنی بخصوص مثلا مناطق کردستان، بلوچستان تا حدودی اهواز، بنا به دو دلیل، هم قومی یعنی هم ملی و هم مذهبی، به هر حال مورد مردمش، روحانیونش، فعالانش، احزابش، به هر حال مورد ظلم مضاعف قرار گرفتن و گاهنم یعنی همین انتقادا خودتون میبینید، همین انتقادهای به هر حال سازنده برای اینا به هر حال تشبیه یه اسلحه کشنده رو داره. آقای به هر حال مولوی فضل رحمان کوهی میدونید به هر حال یه امام جمعه به هر حال انتقاداش واقعا در جهت جامعه و سازنده جامعه بوده، که از جمله مثلا در سالهای اخیر من یکی از مواردش رو به یاد دارم، این که چرا بچهای مردم میفرسته سوریه و در اونجا به کشت میدید بخصوص جوانان اهل سنت، و یا موارد دیگه. به هر حال من اون مورد خیلی یادم به، و خودتون میدونید به هر حال موقع بازداشتش هم بدون هیچ دلیل، بدون هیچ مدرک و سندی به هر حال بازداشت کردن، مدت‌های طولانی در بازداشت بودن ایشون و در بیخبری، و حتی موارد قانونی و مواردی که به هر حال در خود قانون جمهوری اسلامی وجود داره نسبت به ایشون یعنی رعایت نشد. از طرف دیگه یعنی دیدیم بعد از بازداشت و صدور حکم برای ایشون و خیلی از فعالای اهل سنت، احترازات وسیعی شد در بین مردم و بخصوص مردم بلوچستان و اون منطقه، و خودتون هم دیدید و برحال حتما تو این شبکه هم پخش کردید که این احترازات هم با خشونت یعنی پاسخ داده شد. حتی در من جایی خوندم که حتی مثلا ماموران نیرو انتظامی و امنیتی شروع به تیراندازی علیه این مردم کردن. یعنی در واقع این نظام نه تنها کسایی که به هر حال انتقاد سازنده میکنن، یعنی تو تصور کن در هر جامعه یک حکومت، این آلمانی که من زندگی میکنم یک حکومت وجود داره، ولی یه عده به عنوان محترزین این حکومت، اپوزیسیون این حکومت، روزانه علیه این حکومت به هر حال تبلیغ میکنن، انتقاد میکنن، و در واقع وظیفه این حکومت اینه این انتقادا رو بپذیره و در جهت پیشبرد بهتر کار حکومتی به کار گرفته بشه. و ولی خب متاسفانه به هر حال در این 41 سال شاهد بودیم که این حکومت بخصوص حکومت جمهوری اسلامی ایران مخالفش عمل کرده، و متاسفانه در کردستان و بلوچستان فضای طوری بوده که هرگاه یکی از فعالان سرشناس اعم از ملی و مذهبی خواسته علیه این حکومت مسئله رو بیان کنه و یا انتقادی کنه و یا موردی رو گوشزد کنه، توسط نهادهای امنیتی برخورد شدید شده و اتهامات کذبی هم که همواره در این خودتون میدونید در دادگاه‌هایی که یا علیه فعالان بلوچ، علیه فعالان کرد و فعالان مذهبی بخصوص اهل سنت وجود داشته، به هر حال تزیه طلبی، مبارزین مسلحانه، تماس با رسانه‌های خارج کشور، تماس با کشورهای بیگانه و خیلی این مورد دیگه به هر حال بهش چسبوندن. و از جمله این امام جمعه و این روحانی اهل سنت هم به هر حال متاسفانه واقعا یکی از فعالانی بوده که در جهت پیشبرد درست جامعه انتقاد کرده و به عنوان یک وظیفه انسانی، مذهبی و ملی در منطقه خودش عمل کرده و علیه ظلمی که و علیه یا مواردی که در این منطقه خودش دیده به هر حال انتقاد کرده، که متاسفانه شاهد بودیم به 6 سال و 4 ماه زندان، یعنی بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ سندیتی، بدون هیچ مدرک قاطعیتی به هر حال محکوم شده. خودتون میدونید این حکم در اروپا یعنی یکی از جزء موارد احکام سنگین و بخصوص در قوانین حقوق بشری هم جزء موارد احکام سنگین محسوب میشه، و متاسفانه یعنی ایشون به 6 سال و 4 ماه زندان محکوم شده. و خودتم میدونید یعنی مثلا خارج از این که یکی از مواردی که واقعا یعنی من در این سالها شاهد بودم، جدا از این که به هر حال این نظام همواره علیه این طیف از جامعه در ایران همواره ظلم کرده، ولی خب یعنی باستاب گسترده‌ای که به هر حال اون طوری که باید به این مسئله پرداخته میشد، فعالان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری، رسانه های خارج کشور، رسانه های مرکز، متاسفانه در مورد ایشون و خیلی از فعالان دیگه سکوت کردن. و همین امر به هر حال شاید میتونم بگم
کمک کرده به این که برحال نظام دستش با سر باشه برای سرکوب اهل سنت در ایران و بخصوص روحانیونش. بله کاملا درست میفرمایید. اون کمی هم حالا در واقع این انتقاد همیشه هست، متاسفانه این ظلمی که در برای اهل سنت در داخل کشور اتفاق میفته، در خارج از کشور هم گروه های مختلف حقوق بشری کمتر توجه میکنند به مشکلاتی که جامعه اهل سنت داره و ظلم هایی که بر جامعه اهل سنت روا داشته میشه کمتر منعکس میشه. البته خوشبختانه الان با توجه به اینکه گروه های مختلف اهل سنت، گروه های حقوق بشری و امثال جناب عالی یا آقای نخل احمدی و دوستانی که در این زمینه فعالیت میکنند و در مورد اهل سنت گفتگو میکنند، اینا خیلی کمک کرده که ذهن جامعه جهانی در مورد این اقلیت و این وضعیت بغرنجی که جامعه اهل سنت داره زندگی درش سر میکنه و شهروندان اهل سنت بیشتر الان صحبتش میشه نسبت به مثلا چند سال قبل. خوشبختانه این حرکت ما در جامعه اهل سنت هم شاهد هستیم، گروه های مختلفی هستن که فعالین متفاوتی هستن که دارن تو این زمینه کار میکنن. خوشبختانه آنچه که توی بحث دستگیری فضل الرحمن کوهی اتفاق افتاده، موضوع یکی از موضوعاتی که همواره مورد اعتراض همه جامعه ایران بوده، این دادگاه روحانیت هست. دادگاه روحانیتی در مشهد تشکیل شده، یک دادگاه غیر قانونی در واقع محسوب میشه. به لحاظ قانون یه همچون دادگاهی نباید وجود داشته باشه. در ایران الان ما دو فرم دادگاه داریم که این دادگاه همیشه، این فرم دادگاه ها همیشه همواره مورد اعتراض فعالین حقوق بشر بوده، دادگاه انقلاب. بله، دادگاه انقلاب و دادگاه روحانی. درست. بله، کمی در مورد این بفرمایید، چون آخه مشکلی که پیش اومد سر این بود که با یه تلفن، آخه مثلا خود در هیچ جای دنیا قانونن دادگاه اجازه نداره که تماس تلفنی بگیره و بگه مثلا فردا بیا دادگاه. یه همچون اتفاقی حتما باید حکمی صادر بشه، باید تفهیم اتهام بشه، مشخص بشه. کاملا غیر قانونی داره این اتفاق میفته. ما بارها دیدیم هم ایشون هم عزیزانی مثل آقای نقشبندی که چندین بار فقط با تلفن، و عزیزان هم نمیتونن نرن، یعنی اگر این اتفاق اگر مراجعه نکنن بعد با اطلاعات و مشکلات دیگه عدیده دیگه براشون وجود میارن. کمی در مورد این دادگاه و این دوتا دادگاه که غیر قانونی بودنش اگر ممکن هست توضیح بفرمایید، که حکمها در واقع حکمهای قابل قبولی نیست از دادگاهی که اصلا اصلش اساسش اشکال داره. بله، یعنی بعد از تشکیل این نظام، و خب خودتون میدونید به هر حال قانون اساسی این نظام بر اساس مذهب شیعه دو کار کردن، یعنی در نظام قضایی این کشور تشکیل دادگاه‌های انقلاب که از همون اوایل انقلاب یعنی این دادگاه‌ها تشکیل شد، روحانیون مذهبی شیعه به هر حال قضات این دادگاه‌ها شدن. در کردستان مثلا نمونه شو خالخالی نماینده یا قاضی شرع اون موقع به هر حال قاضی کردستان کردن و شروع کرد به اعدام‌های کورکورانه، و حتما هم در بلوچستان، حالا من یاد ندارم اون موقع مثلا چطوری برخورد شده، ولی شکی ندارم به هر حال در بلوچستان بیشتر از کردستان یا موارد دیگه بوده. و همچنین تشکیل دادگاه روحانیون، در اصل به هر حال این دو دادگاه میتونم بگم برخوردشون سیاسیه، نه قضایی و از روند قانونی یا مثلا موارد قانونی رو پیگیر بشن. و اگر به کارنامه مثلا این دو دادگاه در این 41 سال نگاه کنیم، میبینیم هرگاه این نظام خواسته به هر حال یک نفر رو وادار به سکوت کنه، یک نفر رو محکوم کنه، یا علیه یک قشر به هر حال اقدام کنه، به هر حال از طریق این دو دادگاه بوده، حالا خواه خودی خواه ناخودی. به هر حال در مورد روحانی و اهل سنت هم به هر حال این دو دادگاه، من در کردستان حداقل شاهد بودم، چه دادگاه انقلاب چه دادگاه روحانیون، واقعا یعنی از نظر سیاسی و برخورد تبعیض آمیزی داشته و هیچگاه روند قانونی در این دادگاه ها طی نشده. و قطعا هم یعنی مثلا در موارد دیگر هم همینطور هستش.
من در کردستان مثلا شاهد بودم و یا تو این سالها پرونده هایی خوندیم یا به حال دیدیم که خیلی از روحانین اهل سنت در کردستان به حال احضار شدن، همینطور که گفتید به حال بعدا هم در یعنی در کمال ناباوری به یک حکم سنگین محکوم شدن بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ مثلا سندیدی، و تنها به حال یه حکمی که به حال با فشار نهادهای امنیتی، حالا چه وزارت اطلاعات بوده یا مثلا اطلاعات سپاه، این حکمات در واقع در این دو دادگاه، چه دادگاه انقلاب و چه دادگاه روحانی قرار شده. و مطمئنم یعنی پشت پرونده آقای کوهی هم به حال یعنی وزارت اطلاعات مشخصا هستش، نه یک دادگاه به معنای مثلا واقعی کلمه که بخواد بررسی کنه پرونده رو، بذاره مثلا وکیل دفاع کنه و یا تحقیق کنه و با سند و سندیت بتونه مثلا یک نفر رو محکوم کنه به حکمی که به حال صادر میکنه. در واقع این دو دادگاه همواره توسط نهادهای امنیتی و یک مرجعیت اونم از بیت رهبری هدایت شده و خودتونم میدونید مثلا گاهن علیه خیلی از فعالان به حال حکم صادر کردن، بخصوص فعالان اهل سنت، واقعا یعنی حکم غیر قابل باور و تعجب آور بوده که به حال مثلا فلان روحانی در فلان نماز جمعه یک انتقاد رو بیان کرده، بعد از اون خب دیدیم اظهار شده و به یک حکم سنگین که به حال و کاملا هم برای کسانی که در پرونده حقوق بشری کار میکنن، در نهادهای رسانه‌ای کار میکنن، واضح و مشخص هستش که به حال پشت پرده وزارت اطلاعات نشسته و وزارت اطلاعات دستور احضار و صدور این احکام رو به حال صادر میکنه. و یعنی از نظر حقوق بشری و نظر بین المللی به حال این دو دادگاه کاملا مردوده و هیچ نوع به حال یعنی روند قانونی و متاسفانه در مورد پرونده ها پیگیری نمی کنند. بله، در همین مورد امروز یه بیانیه از کاکسن امینی، بله. بله امروز یه بیانیه دادن و در مورد ایشون هم صحبتی شد، در مورد چیز، در مورد بیانیه اصلش دو موضوع رو در واقع بررسی میکرد. من اگه اجازه بدید براتون بخونم اون بخشش رو. هم موضوع توهین به مقدسات اهل سنت توسط سیمای کردستان و هم موضوع فضل الرحمن کوهی و حکمی که ایشون صادر کردم. ایشون اجازه بدید من چون بیانیه رو دارم چیز میکنم، اون تیکهی که در این مورد هست و مورد نظر خودمون هست، در نوشتن در اینجا لازم میبینم در مورد زندانیان عقیدت سیاسی از مسئولین زیرفت همین پرسش رو بکنم، به خصوص بازداشتگان و زندانیان عقیدتی اهل سنت شامل علما و طلاب و جوانان متدینی که در چند ماه گذشته و سالها پیش در مناطق مختلف به زندان و شلاق و اعدام محکوم شدند. آخرین مورد از این احکام ناعادلانه محکومیت ناموجه و غیرقانونی مولوی فضل الرحمن کوهی به 6 سال و 4 ماه حبس است. ایشون کاکسن در به دو تا اصل چیز میکنن با دقت و خیلی هوشمندانه به این مسئله میپردازن. میگن که در اصل 165 قانون اساسی باید اعلام شده که محاکمات باید علنی انجام بشه و حضور افراد بلا مانع باشه، که این اتفاق در دادگاه ها نمیفته، در دادگاه های علما و اندیشمندان. و اصل 166 هم میگه احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشه. این دوتا رو کاکسن امینی، خدا حفظشون کنه، استاد کاکسن امینی، ایشون رو این دوتا تاکید میکنه و به چقدر به خوبی میگن که اگر همین دوتا رو عمل بشه بهش، به این اصول قانونی توجه بشه، محاکمات علنی باشه، احکام صادره مستدل و مستند باشه، برای هیچ کسی شبهه پیش نمیاد و هیچ ظلمی اتفاق نمیفته. بله بفرمایید، نظر شما رو بخشید. بله دقیقاً در این مورد اصلا یکی از انتقادهای نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر توی زمینه‌های دیگه حتی دادگاه انقلاب همینه. و تو تصور کنید به هر حال واقعا یعنی این دو اصل در یعنی همین دو اصل خیلی ساده که در کل جامعه حقوق بشری یعنی جزء پایه‌های به هر حال یک دادگاه هستش، اگر رعایت بشه واقعا یعنی مثلا کمترین شبهه رو می‌ذاره.
شما تصور کنید مثلا من تو صحبت قبلی من گفتم نهادهای امنیتی هستند که حکم و صادر میکنن، نهادهای امنیتی هستند که میخوان برخورد کنن، ولی الان یک پوشش مثلا قضایی یا مثلا دادگاهی بهش میدن. و در کردستان، در بلوچستان، در خیلی از جاهای دیگه به هر حال شاهد بودیم، بخصوص در برخورد با اهل سنت یا اقلیت‌های ملی، چه دادگاه‌های انقلاب، چه دادگاه‌های روحانی، باور کنید یعنی همین مثلا از این دو مورد خیلی مثلا ترس دارن. من مثلا در مورد حکم اعدام برادرم رامین حسین پناهی، یکی از خواسته های خانواده ما هم دقیقا همین بود که بابا اگر رامین گناهی کرده بیارید در یک دادگاه علنی با اسناد محکومش کنید، اون موقع ما هم قبول داریم. یعنی مثلا تصور کن در یک دادگاه 22 دقیقه‌ای که حدودا 15 دقیقه از نامه وزارت اطلاعات و صفحه پاسداران قرائت شد و بعد از اونم مثلا 5 دقیقه سخنرانی قاضی و 1 دقیقه به وکیل و رامین اجازه ندادن حرف بزنه، یه حکمی صادر شد. قطعا هم در دادگاه های دیگه هم همینطوره و قطعا هم در مورد ایشون آقای کوهی هم همین اتفاق افتاده و مطمئنه مثلا به خانواده فشار وارد شده، به وکیل فشار وارد شده، وزارت اطلاعات نامه فرستاده و حکم یعنی قبل از این که اصلا قرائت بشه حکم نوشته شده. در واقع این رویه هستش که در این 41 سال همواره ما شاهد بودیم. یعنی مثلا باور کن به یک سریال تکراری تبدیل شده که ما مثلا گاهن مثلا حالا فشارات تنده و گاهن هم یکم ملایم تر، ولی تو این دوره اخیر شاهد بودیم بخصوص در بلوچستان که مثلا یکی از محرومترین مناطق ایران هستش واقعا اگر بخواین یعنی مثلا از نظر جمعیتی و وسط حساب کنیم واقعا یکی از محرومترین جوامعی هستش در ایران و ظلمی که در این منطقه به این مردمش میشه واقعا یعنی قابل توصیف نیستش و من همواره برحال تو این زمینه برحال همواره مطالعه میکنم واقعا یکی از مناطق خب یک قشر از جامعه روحانیون این منطقه هستند که لب به انتخاب میگوشونن و خب یکی از مثلا ابزارهایی که به هر حال بخوان صدای این مردم به گوش جامعه بشری، جامعه ایران، مسئولین حکومتی و رسانه ها برسونن همین تریبون به هر حال نماز جمعه هستش و همین هم به قول خودتون یعنی ازشون گرفتن و میخوان از این راه گذر خب همه رو به سکوت وادارن و تقریبا هم تا حدودی به هر حال تو این زمینه یعنی متاسفانه موفق عمل کردن از نگاه خودشون. ولی خب متاسفانه یعنی همونطور که کاکستان هم گفته به هر حال تو نامشون، من نامشون رو دیدم، کاکستان رو میشناسم، در مورد خانواده من و بخصوص رامین واقعا لطف داشتن و ایشون به هر حال به دو مورد واقعا اشاره کردن که میتونم بگم خط قرمز هستش واسه هم دادگاه روحانیون و هم دادگاه های انقلاب که اگر این دو مورد رعایت کنن دیگه نمیتونن برای هیچ فعالی هم از ملی یا مذهبی به هر حال حکم سنگینی صادر کنن، چرا که 99% فعالانی در کل ایران بازداشت میشن باور کنید بیگناهن. تصور کنید همین آقای کوهی به هر حال یعنی ایشون فقط یک انتقاد کردن. من مثلا گفتم چند انتقاد ایشونو در مصاحبه هاشون، در سخنرانی های نماز جمعه شون خوندم، واقعا یعنی مثلا حرفای روزمره ای هستش که به هر حال این مسئولین باید برن و بگن ما خیلی از شما متشکریم، ممنونیم که این انتقاد رو کردید و حتما رسیدگی میکنیم. ولی خب یعنی نهادهای امنیتی میان یعنی از یک رول قانونی به اسم دادگاه روحانیون ایشونو به 6 سال و 4 ماه حکم محکوم میکنن. بله. حالا دوی چیز هم همونطور که خودتون هم در توضیحاتون فرمودید، اعتراضاتی که مولوی کوهی هم داشتن همش به حق بوده. یعنی مثلا توی بحث اعزام جوانان اهل سنت رو به اعزام اجباری به سوریه، ایشون تأکید زیاد داشتن که این کار اصلا غیر قانونی هست. روی بحث اعدام علمای اهل سنت، دو تا از علما رو که اعدام کرده بودند ایشون انتقاد داشتند و مهمترینش هم روی بحث اعتراضات آبان ماه بود که خب
به چقدر هوشمندانه این در واقع اعتراض کردن که شما به عنوان پدر سران حکومت در واقع به عنوان پدران رهبران کشور نباید فرزندانش رو که در واقع مردم هستند تنبیه اینجوری بکنه، بکشه، نمیدونم به این گونه اعتراض های مشروعه، یعنی اصلا هیچ حرکتی، هیچ صحبتی ایشون مثلا در مورد جدایی طلبی بلوچستان، در مورد حرکت های مسلحانه، در مورد خیلی از این حرف ها هست که خب گفتنش، حرف زدنش، از تریبون حرف زدن جرم محسوب میشه چون امنیت کشور رو به خطر میندازه. توی این وادی اگر بحث شده بود و اگر مولوی کوهی تو این بخش صحبت کرده بود میشد یه جوری به هر حال ربطش داد به چیز، به خطر انداختن امنیت کشور، اما وقتی میگه آقا اینا رو نکشید، این خانواده رو، این شهروندا رو نکشید. یک مورد هم اینی که خود تریبون نماز جمعه الان در جمهوری اسلامی خودشون بحث های انتقادی مرتبط، در واقع انتقاد به جهان، انتقاد به دنیا، انتقاد به آمریکا، انتقاد به همه جای دنیا در تریبون های نماز جمعه تهران اتفاق میفته. یعنی این اجازه رو ائمه جمعه دارن برای اینکه موارد مورد نظر اتفاقات جامعه رو موشکافی بکنن، در موردش نظر بدن. ائمه جمعه این وظیفه‌ش این کارو بکنه. البته ایشون این مورد برای خودشونه و خودتونم میدونید، یعنی حتی مثلا انتقادات به نسبت به حکومت هم گاهن ما دیدیم تون خیلی از مثلا شهرهای ایران، ولی خب میدونی یعنی برخورد نهادهای امنیتی با خیلی از روحانیون اهل مثلا تشیع به هر حال یکم سخت‌تره. میدونی مثلا میان طرف تو شیراز روحانی یک مسجد هستش، یه انتقادی میکنه، واقعا یعنی واسه وزارت العاب خیلی سخته بیاد بگه مثلا ایشون تضییع طلبه، ایشون دفاع از گروه های مسلح کرده. ولی متاسفانه یعنی اتهاماتی که خب به آقای کوهی یا خیلی از فعالان یا علمای اهل سنت یا فعالان ملی و مذهبی در کردستان و بلوچستان و دهه دیگه مثلا میزنن، خب یعنی طی این 40 سال همواره تو دیوار علیه کل این فعالان تکرار کردن. تصور کنید در کردستان مثلا همین چند روز پیش یه روحانی اهل سنت در کردستان که نماز یکی از مساجد بود بازداشت شده بدون هیچ دلیلی، حتما هم چند روز دیگه بر حال واسش یه پرونده سازی میکنن، ایشون رو محکوم میکنن به حزب دموکرات، کومده، نمیدونم احزاب خارج از کشور، نمیدونم گروه های مسلح، تضییع طلب و انواع برچسبای دیگه. تو بلوچستان هم همینطور. مثلا من یادم یکی از جوانان بلوچ به نام یعقوب مهرنگاه یک بلک نیوز بود اعدام کردن سالها پیش، ایشونو مثلا متهم کرده بودن که مثلا برحال یه تضییع طلب و چمی، یعنی مثلا این تصور کن این اتهامو نمیتونی در تهران راحت به یک فعال بزنی، ولی متاسفانه در بلوچستان خیلی راحت و مردم ایران هم یعنی فضای میدونی افکار عمومی متاسفانه تو این 40 سال بخصوص یکی از انتقادات آقای کاک حسن در مورد صدا و سیما و برحال به این بخش صدا و سیما، اصلا کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این 41 سال یک افکار عمومی و برحال به این طور یعنی برحال آموزش داده که اونی که تو بلوچستان بازداشت میشه حتما یک تضییع طلبه، یک مبارز مسلحه، یک جدایی طلبه و میخواد اون بخش از بلوچستان رو یعنی از ایران جدا کنه، تو کردستان جدا کنه، در صورتی که هم واقعا اینطور نیست. مثلا تصور کنید در سنندج یه روحانی برحال در نماز جمعه علیه مشکلات روزمره خوب اون جامعه حرف میزنه، باید هم حرف بزنه، ولی خوب در همون حرفا رو با فارسی در شیراز میزنن، یعنی واسه اون اصلا مشکلی پیش نمیاد، ولی اینه که تو سنندجه میگیرن خلع لباسش میکنن، زندانیش میکنن، شکنجش میکنن، به خانوادش فشار میارن و نهایتا هم یه حکم سنگین بهش میدن و سالها تو زندان نگهش میدارن و با یک پرونده سازی عجیب و غریب و برحال خارج از تصور. و متاسفانه یعنی در مورد آقای کوهی و خیلی از علمای دیگه همین اتفاق افتاده. و اگرم مثلا قطعا اینو شک نکنید اگر علیه ایشون یک مدرک سندی داشتن
صدها بار تو رسانه هاشون منتشر میکردن، میگفتن افکار عمومی ایران ببینید اینه. یعنی منظورم اینه و حتما دادگاه علنی هم برگزار میکردن اگر مثلا یک سندیت در مورد مثلا مواردی بوده که مثلا طرف واقعا یا طرف رو گرفتن با مدارک کافی، اینو مثلا افکار عمومی و بسیج کردن، رسانه ها رو بسیج کردن، دادگاه علنی واسش برگزار کردن. ولی خوب دیدیم این موردی هستش که برحال واسه اینا واقعا یعنی مثلا جور شده که برحال این عملو انجام بدن. متاسفانه یعنی فشار علیه علمای اهل سنت در ایران خیلی رو به افزایش، اصلا کل جامعه یعنی مثلا تصور کنید تو کردستان، تو بلوچستان، تو بیش از 20% از مردم ایران و اهل سنت تشکیل میدن. هنوزم تو تهران تو پایتخت یه مسجد ندارن، هنوزم مثلا یک تریبون که بتونن مثلا صدای 20% از جامعه رو به گوش مسئولین برسونن ندارن. میمونه همین مساجد و همین تریبونایی که تو سیستان و بلوچستان و تو کردستان و تو شهرهای کوچیک هستش و متاسفانه علیه این علما بر حال روزانه میبینیم فشار هستش، بازداشت میشن و متاسفانه محکوم به سالهای زندان میشن. بله دوستان، یه میان برنامه فکر کنم 2-3 دقیقه اگه اشتباه نکنم شاید کمتر آماده کردن، با هم میبینیم در مورد همین بازداشت علمای اهل سنت هست و اینکه چرا، و خیلی کوتاه در همین مورد صحبت میکنه، خصوصا در مورد فضل الرحمن کوهی، خدا حفظشون بکنه. میبینیم میان برنامه رو، بعد در خدمتتون خواهیم بود بینندگان عزیز. بزرگان و علمای اهل سنت طی نزدیک به نیم قرن حاکمیت تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی همواره به طور سازمان یافته به بهانه‌های واهی مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفتند. آستانه تحمل جمهوری اسلامی در برابر انتقادهای سازنده فعالان مدنی و علمای اهل سنت بسیار پایین است و با کوچکترین بهانه بزرگان اهل تسنن احضار یا خودسرانه بازداشت می‌شوند. مثلا مولوی فضل الرحمن کوهی که در انتقاد دلسوزانه به کشتار مردم در اعتراضات آبان ماه فقط گفته بود پدر به کتک زدن فرزندش افتخار نمی کند، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار و در کمال تعجب بازداشت شد. در واقع قانون نانوشته‌ای در این رژیم وجود دارد که طبق آن هر تفکر اندیشه مذهبی مغایر با ایدئولوژی ولایت مطلقه فقیه باید ساکت شود و از آغاز انقلاب با همین هدف بزرگان و رهبران اهل سنت بازداشت و زندان شدند تا دیگر فعالان مدنی و عقیدتی سکوت پیشه کرده و از ظلم و تبعیضات ولایت فقیه انتقاد نکنند. اما اهل سنت بیدار است. بله خب میان برنامه رو دیدیم، اشاره ای توی میان برنامه به یک نکته اساسی بود که به نظر میاد بیشتر حرکت های سیاست های داخلی و خارجی ایران روی این بنا شده و اونم اینه که هیچ کسی علیه ولایت فقیه و تفکرات ولایت فقیه نباید چیزی بگه. اگر این نگاه ایدئولوژیکی حاکم بر تصمیمات وزارت امور خارجه در تصمیمات خارج از کشورش، در حمایتهاش از گروه‌های مختلف تروریستی در کشورهای جهان هستش، در سرکوب مردم، در فشاری که بر اهل سنت هست، این نگاه ضد ولایت فقیه که در واقع تبدیل شده به یک شعار که از ابتدای انقلاب در همه محافل شهروندان رو مجبور میکنند به اینکه این شعار داده بشه، مرگ بر ضد ولایت فقیه، اساس اصلی ترین گروهی که زیر سوال قرار میگیره اهل سنت هست، چون اهل سنت از اساس ولایت فقیه رو قبول نداره. حالا در گروه های مختلف اهل تشیع و یا حالا غیر مسلمان خود این اصله چیز نیست، خود این اصله زیر سوال نیست، یعنی ممکنه باور نداشته میدونید، ولی در اهل سنت اصلا چیزی به اسم ولایت فقیه و این گونه دیکتاتوری رو قابل پذیرش نیست برای نظام، برای قوانین مذهبی اهل سنت. و این تا چه اندازه به نظر شما در تصمیم گیری های سران رژیم در سرکوب و بازداشت علمای اهل سنت تأثیر داره؟ بدونید در حالی که جمهوری اسلامی از وحدت یعنی از روزانه مثلا خب تو این سالها تو تریبوناشون، تو سخنرانیاشون، تو خصوص مقامات بالای این نظام شاهد بودیم،
همواره دم از وحدت شیعه و سنی زدن یعنی تو ایران، یعنی مثلا ولی خب در عمل خلافش رو دیدیم واقعا، یعنی مثلا این که خودتون میدونید به حال تو این نظام طبق قوانین اساسی این کشور یه نظام شیعه هستش و یک سیستم به اسم ولایت فقیه وجود داره و یعنی بخصوص یکی از مثلا خودتون میدونید یعنی مثلا همواره در ایران این سیستم علیه مثلا مخالفین خودش بخصوص یعنی به دید خودش مخالفین خودش اهل تسنن خیلی با شدت عمل کرده و متاسفانه دیدیم در این سالها برحال یعنی انواع تبعیض رو به این قشر جامعه روا داشتن و از نظر خودتون یعنی مثلا بخصوص مثلا قطبنیایی که در خاورمیانه هستش و روزانه میبینیم مثلا در سایت های نظام در سخنرانی های نظام برحال هرگاه مثلا اهل تسنن احترازی کرده اهل تسنن خواسته های خودش رو بیان کرده اهل تسنن در دفاع از خود به پا خواسته اهل تسنن مواردی و متذکر شده برحال این قشر جامعه رو به کشورهای یا یک قطب دیگه از خاورمیانه کشورهای عربستان یا کشورهای دیگه برحال نسبت دادن و از این ابزار استفاده کردن که بیشتر سرکوب کنن. در واقع برحال متاسفانه یعنی این نظام با وجود ادعاهایی که برحال روزانه در مثلا خب یا در این سالها علیه و یعنی انجام داده و بخصوص ادعای مبنی بر وحدت شیعه و سنی ولی متاسفانه شاهد بودیم که خلافش رو عمل کرده و بیشترین تبعیض و در حق اهل تسنن و فعالانش انجام داده متاسفانه. بله، یک موردی که در مورد فضل الرحمن کوهی صحبت میشه، ایشون از رهبرانی هستند که به شجاعت و درایتش همه شهادت میدن و اینقدر ایشون صراحت لهجهشون و قدرت بیانشون اینقدر قدرتمندانه است و اینقدر موشکافانه موضوعات مورد در واقع مبتلا به جامعه رو انتخاب و بیان میکنند که همونطور که میدونید خود روستای پشامک یک روستای بسیار کوچکی در شهرستان سرباز هست که در یک کشوری به اسم ایران شاید تریبون مولوی فضل الرحمن کوهی یک تریبون خیلی کوچکی باشه در مقابل تبلیغات گسترده‌ای که در ایران به راه است. اما درسته. همین موضوع، همین به خاطر اینکه مولوی فضل الرحمن کوهی بسیار انسان متدین، شجاع و مدبر و مدیری هستش و انتخابای خیلی خوبی، صحبتایی که میکنه صحبتای بسیار کوبنده ای هست، این تأثیر اثرش رو در واقع این نظام و متوجه شده که اگر این اتفاق بیفته، اگر مولوی کوهی همچنان به گفتن به انتقاد کردن ادامه پیدا بکنه، دیگه بلوچستان قابل چیز نیست براش، یعنی مردم بلوچستان شنوایی بیشتری دارن نسبت به این قضیه و جهانی میشه این قضیه. در واقع اینا از بیداری مردم بلوچستان میترسن واقعا. یعنی مثلا تصور کنید یعنی از همین تریبون میتونه تریبون های دیگر رو بیدار کنه و این تریبون ها میتونه مردم بلوچستان رو بیدار کنه به ظلمی که در این 41 سال به این مردم شده، به ظلمی که در این 41 سال علیه این قشر از جامعه شده. و واقعا هم یعنی اگر واقعا یعنی هر کس در این جایگاه قرار بگیره قطعا اگر یکم وجدان داشته باشه و یعنی این دوروبر خودش رو نگاه کنه واقعا میبینه که به هر حال باید این حرفا رو زد و اگر واقعا یک جامعه عادل بود و اگر واقعا این مسئولین حکومتی نظام جمهوری اسلامی واقعا یه حکومت دموکرات و آزاد و به هر حال میتونست به شهروندان خودش خدمت کنه واقعا باید به حرفای آقای کوهی و همه فعالان اهل سنت و فعالان دیگه ملی در بلوچستان توجه میکرد. چرا چه به هر حال همین واقعا یعنی مثلا همونطور که خودت اشاره کردید مثلا این چراش خیلی ساده، چراش برای این که به هر حال این دولت این نظام از بیداری این مردم واقعا واهمه داره. یعنی این تریبون خیلی کوچک میتونه
این به یک تریبون بزرگتر تبدیل شد و این مردم رو آگاه کنه، این مردمی که بهشون ظلم شده. و خودتون میدونید یعنی با وجود تریبون خیلی گسترده، یعنی وجود صدا و سیما که روزانه علیه یعنی دیگر اقشار جامعه در ایران، علیه اهل تسنن، علیه کرد، بلوچ، عرب و دیگر اقشار در ایران به هر حال تبلیغ میکنه و شانتاج میره، و از طرف دیگر داره ترویج میکنه عقاید خودشونه، ولی باز هم نتونسته در بین مردمش به هر حال جایگاهی کسب کنه. و حرفای مثلا یک روحانی اهل تسنن در سیستان و بلوچستان از یک دهات کوچک میتونه یک موج ایجاد کنه، یک موج بیداری، یک موج عظیم که میتونه به هر حال واسه این نظام خطرناک باشه، این نظامی که به هر حال بین مردمش توجه نکرده. و قطعا هم یعنی این نظام از بیداری این مردم و از بیداری مردم بلوچستان واهمه یعنی کاملا روشن داره. و قطعا هم یعنی دستگیری آقای کوهی، بازداشتش و صدور حکمش در این جهت و در این راستا بوده، قطعا شکی ندارم. خیلی متشکر. به نظرتون آیه حسین پناهی که چه باید بکنند اهل سنت که بتونن جلو این اتفاقات رو بگیرن، بتونن این همبستگی رو تقویت بکنن، بتونن چون جامعه اهل سنت یک جامعه بسیار زیر ظلم هستش و از جهات مختلف کنترل های عجیب غریب روشون هست. همونطور که میدونید ما در اهل سنت هم به لحاظ مذهبی زیر فشار هستیم، هم به لحاظ قومیتی، یعنی هم از بلوچ میترسند و هم از سنی بودنش، هم از کرد میترسند و هم از سنی بودنش، هم از عرب میترسند و هم از سنی بودنش، هم از ترکمن میترسند و هم از سنی بودنش، این قومیت. و ولی قطعا این جامعه نیاز به این داره که راهنمایی هایی بشن که چگونه میتونند به شکل مسالمت آمیز فعالیت در واقع حقوق خودشون رو مطالبه بکنن و به دست بیارن. شما پیشنهادتون با توجه به اینکه در این زمینه فعالیت میکنید چه پیشنهادی دارید؟ چطور میتونه جامعه اهل سنت پویاتر از آنچه که هست باشه و به حقوق خودش دست پیدا بکنه؟ اعتراضات رو چگونه انجام بده؟ به نظرم بزرگترین یعنی دلیل هر پیروزی اتحاد اون گروه یا اون قشر از جامعه هستش، در درجه اول. در درجه دوم خب خودتون میدونید با وجود رسانه، فضای مجازی، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، کانال های دیگه، به هر حال این فضا رو واسه مردم ایجاد کرده که بتونیم صدامون رو برسونیم. ولی خب متاسفانه به هر حال این قشر از جامعه هیچگاه در این زمینه، حداقل که من تو این سالها کار کردم و کار رو خوب شروع کردم، شاهد بودم که نتونسته لابی و در مجامع بین‌المللی، مجامع و خوب شروع و یعنی تو بخصوص مثلا پارلمان اروپا، ژنو، سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی که میتونن علیه ایران کارساز باشن، فشار ایجاد کنن و صدای این قشر به کل جهان برسه، نتونستن به هر حال اون طوری که باید عمل کردن. مثلا نمونه دیگه هستش در ایران، مثلا اقلیت مذهبی بهائیه یا مثلا اقلیت های دیگه تو این زمینه به هر حال مواردی و به هر حال در پیش گرفتن، بخصوص مثلا تلاش کردن لابی ایجاد کنن، رسانه به دست بگیرن و اتحاد، خیلی موارد دیگه. متاسفانه در بین اهل تسنن یعنی ایجاد لاب، درست کردن لابی، تماس با مجامع حقوق بشری، تماس با مجامع بین المللی، رساندن صدای این قشر و این ظلم به این من به این صورت، به حال من شاهد بودم متاسفانه خیلی کمکاری شده. میتونیم به حال رسانه ها، فعالان حقوق بشر، رسانه فعالانی که تو این زمینه و تو این عرصه کار میکنن باید بیشتر به این زمینه توجه کنن. از طرف دیگه یک مورد که خیلی مهمه و رژیمم از همین مورد میترسه، بیداری این منطقه هستش. یعنی تصور کن همونطور که گفتم اگر بلوچستان بیدار بشه،
باور کنید یک موج عظیم در ایران رو ایجاد میکنه اگر کردستان به این بیداری برسه. منظورتون از بیداری رشد فکری در واقع دقیقا هستش بیداری به این معنا اصلا بازداشت فعالان یا علمای اهل سنت در بلوچستان به همین خاطر که نذارن مردم بیدار بشن، در یعنی مردم بیشتر رشد فرهنگی کنن و بر حال این تریبونا بیشتر بشه. و به نظرم امروز اگر سکوت کنیم علیه احکام، بر حال این ابزار رو به این نظام دادیم که بیشتر علیه ما تعرض کنه، بیشتر از فعالان ما بازداشت کنه و بیشتر در دادگاه‌های روحانیت و انقلاب بر حال علیه فعالانمون حکم صادر کنه. در تایید فرمایشاتون، چون زمان کمه، ببخشید صحبتون قطع کردم، این بیداری خوشبختانه شکل گرفته و یکی از این عزیزانی که پیگیر این مسئله هست و ما میبینیم که این حرکت در بلوچستان داره اتفاق میفته، مولانا عبدالغفار نقشبندی هستش که کمی از صحبتایشون رو در مورد، اگه موافق باشید، در مورد مولای فضل الرحمن کوهی میشنویم به عنوان حسن ختام و بعد در خدمتون خواهیم بود، صحبتای شما رو هم میشنویم. دقیقه ای از صحبتای بدونیم که چقدر حرکت اتفاق داره میفته و چه ظلم هایی که داره میشه و خوشبختانه به شکل مسالمت آمیز دارن مقابله میشه با این قضیه. من پخش میکنم از لپتاپ، امیدوارم که بتونیم مکرر شما و دلنگرانی های مداوم شما نسبت به ادامه روند بازداشت جناب مولانا فضل الرحمن کوهی فک الله اسره هست. قبل از این که بنده به این عرایض بپردازم، مطلبی رو عنوان بکنم، جا دارد که بنده حقا و انصافا از شما سروران عزیز تشکر بکنم به خاطر این احساسات پاک شما، به خاطر ابراز علاقه و محبت و ارادتهای زیبای شما با علمای مخلصتان. شما سروران عزیز بالاخص جوانان غیور ثابت کردید که اگر علما هرچه رنج دیده و درد آشنا باشند، اگر علما مردمی و دلسوز باشند، اگر علما برخواسته از اعماق دردها و مصیبتها و آلام جامعه باشند، اگر چه این علما از دیدگان ما دور باشند، اگر چه این علما زندانی باشند، یا این که این علما از این دنیا بروند، نه تنها یاد و خاطره این علما از ذهن جوانان محو نمیشه، بلکه قلب تپنده جوانان غیور بلوچ در عشق این علما به تپش در میاد. سروران جناب مولانا فضل الرحمن کوهی، عالمی دلسوز، عالمی حق مدار و قانون مدار بودند، عالمی دلسوز و مردمی و اجتماعی بودند، نه که بودند بلکه هستند و خواهند بود انشاء الله. بنده به شما این اطمینان رو میدم که دیر یا زود، اما با نگاه بلند مسئولین رده بالا جناب. خب صحبت‌های طولانی بود، پایان برنامه رسیدیم. این در واقع صحبت‌های این چنینی، همینطور که در صحبت‌های چیز هم شنیدیم، نوید اینو میده که ما در جامعه اهل سنت این بیداری داره شکل میگیره خوشبختانه و همونطور که آقای نقشبندی هم گفتن، جوانان به این عشق به علما، عشق به حرکتی که در جامعه داره اتفاق میفته، درشون وجود داره. این حرکت هایی که شخصیت های مثل فضل الرحمن کوهی که منتقد هستن، پشتشون جوانانی هستن که پیگیر این مسئله هستن و خوشبختانه در فضای مجازی هم فعالیت داریم میبینیم. صحبت های پایانتون رو میشنویم و ازتون خداحافظی میکنم. آقای من یک مورد میخوام در پایان اشاره کنم، هرچند شاید یکم با برنامه مثلا
هرچند یعنی در این چارچوب برنامه نیستش، ولی مدت پیش در 14 بهمن امسال دیدیم به هر حال حکم اعدام 7 فعال از زندانیان اهل سنت در رجای شهر یعنی صادر شد حکم اعدامشون. و خب جا دارم یعنی این اشاره رو کنم در آخر که نمیدونم به هر حال چقدر به جا هستش، ولی این 7 نفر به هر حال در متاسفانه در شرف اعدام قرار دارن و دولت ایران همونطور که به هر حال میدونید در چارچوب اعدام هایی که در این سالها همواره انجام داده، این متاسفانه در دادگاه رسیدگی به این پرونده به هر حال این 7 نفر به اعدام محکوم شدن که نیاز هست که در مورد این مسئله هم گفته بشه و اعتراض ها بیان بشه. خوشبختانه این اتفاق هم داره میفته. بله آره واقعا، یعنی مثلا جدا از این مثلا برنامه، من چون این مورد واقعا حاد بود و جا داره من تو این برنامه به این 7 نفر اشاره کنم و امیدوارم یادمون نره به هر حال اینا محکوم به اعدامن و در متاسفانه خطر اعدامشون وجود داره. امیدوارم به هر حال شما و دیگر عزیزانی که تو رسانه کار میکنید پیگیر این پرونده هم باشید. خیلی خیلی متشکرم. بله ما اصلا یه برنامه مستقل در مورد این عزیزان رفتیم. خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از شما دوست عزیزم آقای امید حسن پناهی که تو این برنامه همراهی کردید ما رو و بسیار استفاده بردیم از توضیحاتتون. شبتون بخیر. شما هم بخیر. خب بینندگان عزیز، پایان برنامه رسیدیم. به امید اینکه اعتراضاتی که شکل گرفته این حرکت رو در جامعه اهل سنت تقویت بکنه، حرکت مسالمت آمیز بدون خشونت در واقع حق طلبانه ای که مولای فضل الرحمن قانون مدار شکل داده رشد بکنه و بتونیم جامعه پویا و فعالی داشته باشیم در آینده و به امید آزادی مولای فضل الرحمن کویی. الله یار و نگهدارتون. به دست نیامده.